ایران اقلیم کردستان عراق رو تهدید به حمله نظامی کرده، حمله زمینی. از سوی دیگر تبریز و خوجند در تاجیکستان خواهرخوانده شدن. گزارشی در این رابطه داریم دوستان عزیز. سلام ایرانیان، سلام تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، سرتاسر جهان، اونایی که صدای ما رو میشنوند. دوستان عزیز، میخوام یک گزارشی واسه شما بخونم که ایران این حکومت دزد فاسد مسعود ششو رو تهدید که البته خب الان اون نوچیروان ششو و بقیه بزهای کوی دموکرات ارباباشون که فل جمله طولای ملا مصطفی بارزانی گور به گور شده طوله صهیونیستن، تهدید به حمله زمینی کرده که ماش دیگه شوخی نداریم، دیگه دوران مماشات تمام شد، دیگه هیچ بز کویی نزدیکی مرز ما حضور داشته باشه دندونای اون کسانی که خاک میدن سرزمین در اختیارشون میذارن خورد خواهیم کرد. صبر راهبردی ما به انتها رسیده، امروز دوران مشت ایران زمینه که میزنیم تو ملاج هر خائن، هر دشمن و هر دیو و ددی که بخوان چپ به ایران عزیز ما نگاه کنن. مگر میشه به این سرزمین اهورایی شوخی کرد، بازی کرد؟ خب حالا بریم تو کارش. این گزارش واسه شما بخونم دوستان عزیز. شبکه الحره نوشت منابع عراقی فاش کردن که ایران نیروها را در نزدیکی اقلیم کردستان جمع‌آوری کرده و از طریق هیئتی از مقامات نظامی عراقی پیامی به دولت اقلیم کردستان طوله‌های مسعود ششو ارسال کرده و تهدید کرده در صورت عدم اقدام علیه نیروهای شرق کردستان، یعنی منظورش تخلیه شبه نظامیان کرد ایرانی، به عملیات زمینی خواهد پرداخت. این منابع افزودن که ریبار احمد خالد که یکی از طولای مسعود ششوه، وزیر کشور اقلیم کردستان، پس از دریافت پیام ایران با رهبران گروه های کرد ایرانی، همون بزهای کوی کومله و پژاک و دموکرات و چیزهای دیگه، دیدار کرد و از آنها خواست تا برای جلوگیری از تهاجم ایران موشمرگ ها را از منطقه مرزی کوهستانی خارج کنن. سگ کی باشید که بخوای به ایران ما لطمه بزنید؟ شما زمانی در بعد انقلاب که کشور تو آشفتگی بود، شمال غرب ما رو از مهاباد در دست داشتن تا اون زمان میگفتن باختران، دلاورانی مثل شهید شیرودی و صیاد شیرازی و مصطفی چمران سیلی زدن تو دهنتون و شما رو مثل بز پرت کردن بیرون، تو همین کوها دره سرگردان مونید. حالا که کشور ما که امپراتوری واسه خودش، ارباباتون جلوش زانو میزنن، فقط میتونن جیغ بنفش بزنن، شما دیگه چه پخی هستید؟ اینه که از طرف دیگه یک دلاور ما به اسم سردار تنگسیری که هر وقت خداوکیلی نگاش میکنم لذت میبرم، غیرت ایرانی تو وجودش موج میزنه و سرش درد میکنه که دهن هر متجاوزی رو تو آبهای نیلگونه خلیج فارس سرویس کنه، به خصوص اگر یانکی های بیپدر و مادر باشن. یعنی دلاور ما سردار تنگسیری عزیز میگه که کسانی که بچه های خود را خارج از کشور به دنیا می آورند دم از کشور و مردانگی می زنند، کشور را برای نان از دست نمی دهیم. ما شهید دادیم برای اینکه خدا، قرآن، پرچم که هم افتخار ملی و افتخار اسلامی است باقی بماند. اما کسانی که نه سختی های جنگ را کشیدند، نه سختی های انقلاب را، و بچه های خود را در خارج از کشور به دنیا می آورند، برای ما دم از کشور و مردانگی می زنند. توی برنامه طنزی حسین ماینی رو دعوت کرد، اونم این چخل که فراخوان میداد مردم برن تو خیابون، این گمال زیر مشگلون. خاک تو سرت زیبا کلام، خرد کپوت تاج زده. بعض اطلاع دوستان جدید، خره در زبان لوری از محلولی به اسم خاک، آب
و احتمالاً کاخ یک گل به دست میاد بهش میگن خره تو کبو زیبا کلام و تاجزاده و همه این آشغال‌های لیبرال تفاله‌های غرب در ایران، همون لوری خاک تو سرت زیبا کلامه، ولی این خره چون صفر میشه تبدیل کلوخ میشه وقتی میخوره تو سر زیبا کلام دیگه تا ملاجشو درب داغون میکنه، لوریتر میشه دیگه. خب آه میگفتم حسین ماینین رو دعوت کرده بودن توی برنامه طنز، بعد دوربین مخفی بوده، حالا یه نفر حالش بد میشه، حالا دقیقا اگر یادم بیاد آره یکی دارن تو دوربین مخفی یکی رو داره میکشه، بعد حسین ماینی به جای که کمکش کنه فلنگ میگیره فرار میکنه. حالا این بیشرف چقل که معنای شغال بزدل ترسوه فرار میکنه و بچه های مردم رو فراخوان میزدن بریزن تو خیابون. طنز تلخیه دوستان عزیز. و مشتی بچه 15-16 ساله اینا جوگیر فوتبال متعصب و خیال میکردن اینا هم پخیان فریب خوردن و خب هرچند تو کلان راهبردیش اتفاقاتی که تو کردستان توی سیستان بلوچستان افتاد، عرض کردم در راستای همون سیاست هزار خنجر از قبل تهیه شده برنامه صهیونیستا بوده، این حجمه رسانه‌ای به خط کردن سلبریتی ها، این پول هایی که تقسیم شده، همه اینا یه برنامه‌ای بوده که از قبل مدون و آماده تعریزی بوده و دنبال مستمسک میگشتن واسه اجراش که این فوت این خانومه اومد و قرآن ها بر نیزه رفت، واسه دشمن ها واسه ضربه زدن به ایران عزیز ما، ولی از آنجایی که خدا با ایران است تیر تمامی دشمنان به سنگ خورد برنامه هاشون، این چهار تا خائن داخلی وطن فروش هم دندوناشون رو میکشیم، شک نداشته باش. اونایی که خوش رخصی بکنن واسه اجانب، یا اونایی که بخوان ایران رو سوریه سازی بکنن یا ایران آشفته سازی بکنن دوستان عزیز. خب دلاور ما چی میگه؟ میگه فقط کشورمان را برای نان از دست نمیدهیم، کشوری که از خون 300 هزار شهید مظلوم ریشه گرفته است، اگر نیاز باشه واسه حفظ این کشور 3 میلیون نه 10 میلیون شهید هم میدیم، که در تاریخ به ما نگویند بی ارزگانی بودند که نتونستن از کشورشون دفاع کنن. این حقیقت. اما از آنجایی که میخوام یک کمی حال هوای طنز، یه زمانی پرستوهایی مثل این کاملیا انتخابی فرد که علاقه داره زیر این شیخا نه نمیگه بهشون و عشقش به بن سلمان از زن بن سلمان به خود بن سلمان هم بیشتره و شراره ایست واسه خودش، فتانه ایست. خاک تو سرت فائزه، این طوله رو فائزه پرورش داد و سایر خائنینی که امروز تو بی بی سی و سعود اینترنشنال هم اون سردبیر چقلش علی اصغر رمضانپور معاون وزارت ارشاد محمد خاتمی نکبت خائن لیبرال بود، اصلا نسلی که اینو پرورش داره همشون خائن در اومدن. آقا شما یکی از اینا بگو رفته باشه از ایران دفاع کنه زمان جنگ، یکی از اینا رو بگو که آقا وطن پرست باشه، همه میرن اتفاقا وقتی میرن آمریکا نمیرن مثلا با دموکراتای آمریکا، میرن با جریانات نئوکان تندروها آدمخورای آمریکا، تی پارتی، یعنی خود اونایی که آمریکایی‌ها اینا رو باز به آدمخور میشناسن، آدمای تندرو مثل اون سازگارای کثافت و بقیهشون جذب همین جریانات افراطی ترین عقب مونده ترین و بربرترین جریانات آمریکا اینا میرن جذب اونا میشن. یعنی از طوله این لیبرال های داخلی شما ببینید این آشغال ها رو، این کثافت هایی که صادرات شدن و این سلبریتی هایی که خود همین لیبرال ها پرورش دادن، امثال علی کریمی ها انگشت بنفش میگن من به حسن روحانی ندادم، بعدش گفت من پشیمانم چقل، اینا همه پرورش یافته مکتب این لیبرال و اصلاح طلبان دوستان عزیز. خب اما از اونجایی که اینجا سرزمین مردان مرده،
که دلاوران ما در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج که واسه ایران عزیز ما رگشون میزنه بیرون و سر میدن، اما تن به اسارت و بردگی هیچ زورگویی نمیدن. این فیلمو ببینید. این هلیبورن سعودی است. این به قول ما پیایون شونه، در مقابلشون دلاوران ما قرار دارن. یک مرد ما هزار تا از این گشتلا میارزه، هزار تا. ببینیم کیف کنیم. البته اول به ریش دشمن بخندیم. خب ایرانی مردای روزای سخت و دشوارن، اونایی که با ایمان و اعتقاد قلبی اسلامی، یعنی ایرانی باشی خود به خود غیرت اسلامی، پیرو مکتب امام حسین و امام علی باشی و درس رشادت و مردانگی و آزادگی رو از اینا بیاموزی، چی ازش در میاد که الان ما داریم میبینیم این دلاوران ازشون در میاد؟ پرورش یافتگان مکتب لیبرالیسم هم میبینیم طرف تر زد فرار کرد. خاک تو سرت زیبا کلام، خرد کبوت تاج زاده. اینم بن سلمان، بچه های یمن سیلیایی بهشون زدن آبدار، جنگ هم شروع شد تو یمن دیگه. باید تقاص این سعود اینترنشنال خیانتاشون، این بودجه‌هایی که دادن و این فتنه انگیزی ها رو از دماغشون در میاریم. امروز محمد البخیتی یکی از دلاوران انصار الله یمن گفت هیچ کشتی اماراتی عربستانی در امان نخواهد بود. همین حالا اوپک گفته 2 میلیون بشکه نفت رو کاهش میدم و کوبیدن سکوهای نفتی و کشتی‌های نفتی سعودی، زمستان در پیش از دوستان عزیز. از پشکل و تپاله اروپایی کاری بر نمیاد. دیدم تو لهستان مردم دارن آشغال پلاستیک جمع میکنن واسه زمستون، خودشون گرم کنن با پلاستیک. خب اما در مورد تاجیکستان عزیز، اما قبل اینکه بریم این عکس رو هم دیدم خوشم اومد، بچه های واکاف مدیا گذاشته بودن. ایران عزیز ماست که شغالان و کفداران، ولی خب این سرزمین خدا حواسشو داره، هواشو داره و مردانی هستن که شبایی که ما میخوابیم بیدارند و از این سرزمین محافظت میکنن و دفاع میکنن. و یک پیر آگاه و خردمندی هم هست که همیشه تو دهن قدرت‌های جانی زده و نقشه‌هاشون رو نقش براب کرده. خب اما در مورد تاجیکستان عزیز، آقا من از این که می‌بینم آذربایجان شرقی ما، این آذری‌های دلاور، این مردان جنگجو از نسل ستارخان و باخرخان، شهید باکری، با شهر خجند تاجیکستان، تبریز عزیز با خجند تاجیکستان اعلام خواهرخواندگی کردن. واسه تون میخونم، امروز بوده. به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، ظفر محمدی رایزن سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران در حاشیه بازدید از دانشگاه هنر اسلامی تبریز اظهار کرد روز پنجشنبه و جمعه شاهد برگزاری ویژه برنامه‌های مختلفی به مناسبت روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران هستیم و تعدادی از هنرمندان تاجیکی فعال در رشته‌های مختلف به شهر تبریز سفر کردند. وی با اشاره به اینکه تبادلات فرهنگی و تعامل میان هنرمندان دو کشور ایران و تاجیکستان در تحکیم روابط دولت‌ها و ملت‌ها بسیار اثرگذار است، خاطر نشان کرد هیئت فرهنگی تاجیکستان طی امروز و فردا با حضور در شهرهای تبریز،
شیراز ضمن دیدار با هنرمندان این دو شهر برنامه‌های مختلفی را اجرا خواهند کرد. محمدی با اشاره به خواهرخواندگی شهرهای تبریز از ایران و خوجند از تاجیکستان یادآور شد. پیش از این هفته فرهنگی تبریز در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار شده بود. هفته فرهنگی تبریز در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار شده است و شاهد حضور جمعی از هنرمندان تبریزی در شهرهای مختلف تاجیکستان بودیم. این بار تعدادی از هنرمندان تاجیکی در ایران حضور یافتند تا شاهد گسترش بیش از پیش ارتباط فرهنگی میان دو کشور در سطوح مختلف باشیم. رایزن سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران با تاکید بر اینکه فرهنگ زیربنا و اساس دیگر تعاملات میان کشورها و ملت‌هاست گفت علاقمند به برپایی نمایشگاه‌های مشترک هنری و همایش‌های مختلف در موضوعات سیاسی، گردشگری و فرهنگی در این کشور هستیم. وی با بیان اینکه مقبره کمال الدین خوجندی فصل مشترکی برای دو کشور محسوب می شود ادامه داد اشتراکات فرهنگی و هنری موجود میان شهر بزرگ و زیبای تبریز و دیگر شهرهای جمهوری تاجیکستان نشان از اهمیت گسترش تعاملات میان دو کشور دارد. باشد که این روابط فرهنگی، تاریخی، گردشگری و هنری، اقتصادی، امنیتی، نظامی با کشور دوست و برادر هم تاریخ، هم زبان، هم ریشه، هم بوته بیش از پیش گسترش یابد و ما وقتی سفر کنیم به تاجیکستان یا دوستان تاجیک میان به ایران گویی از این شهر یا از این استان میخوان برن استان دیگه و یعنی اینکه این دو کشور اینقدر تداخل فرهنگی اجتماعی با هم داشته باشن. قربون تو برم دوستان عزیز، خدا وکیلی ایران داره به پیش میره. به کوری چشم دشمنان چشتنگ، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن، برن گمشن، دورشن، هلاکشن، ایران داره مثل بولدوزر موانو از سر را بر میداره. آقا برید کنار زیر دست با له نشید، شرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، دیروز باشید.